یاد خلبان قهرمان مجاهد سرهنگ بهزاد معزی در سالگرد پرواز جاودانگیش در 21 دی 1399. مسعود رجوی 21 دی 1399 در فراغ عقاب تیز پرواز آسمان وفا پوریای ارتش و سرمشق نشاه و نشیخ امیر جنگاور و درویش وارسته بهزاد معزی رستگار و جاودانه هر عقابی می پرد از جا به جا وین عقابان راست بی جایی سرا صد هزار پا داره میپره اون جلو رو قشنگ داره میبینه چه خبره بعد اون پایین رو زمین که میره از اون بالا میگه اینجا بپیچین نپیچین این کارو بکنین نکنین چون جلو رو دیده چه خبره اینی که این پایین جلو رو نمیبینه میگه آخه یعنی چی اینجا بپیچیم که چی بشه مثلا بعد که میره جلوتر میگه از اینجا باید بریم بالا خسته نشین استراحت کنین آب ورده میگه آب بازشی اینجا همه جا سبزیه اون از اون بالا دیده جلو بیابون بیاب و علفه
همیشه تو ذهن من است، دید اون افق دیدش از اون بالا برای این پایین مثل خود من غیر قابل تصوره، که اون از اون بالا یه چیزایی رو میبینه به افق خلبانی که از پایین دیده نمیشه. باید بگم از دید من راه، روش و سازمانی که مسعود گذاشته ابدیه. یعنی مسعود باشه نباشه، هر نقطه دنیا که میخواد باشه، مسیری که گذاشته و اونی که گذاشته برای مسیر چنان سفت و محکمه که البته همه از ته دل آرزو داریم هر چی زودتر ببینیم. از طرف پرسنل مردمی ارتش ایران به خصوص عقابان تیز پرواز نیروی هوایی خلبان قهرمان مجاهد سرهنگ بهزاد معزی، عضو شورای ملی مقاومت ایران، الگوی درخشان و پر افتخار مرزبندی و مبارزه با شاه و شیخ، پس از 42 سال مجاهدت و پایداری در برابر استبداد دینی در بیمارستان در پاریس درگذشت. او رستگار و جاودانه شد و به یاران شهید و صدیقش، به ویژه شهیدان مجاهد خلق در ارتش و نیروی هوایی پیوست. سرهنگ معزی برجسته ترین خلبان ایران 83 سال داشت و از سوم دی ماه تا روز درگذشتش در 21 دی ماه 1399 در بیمارستان بستری بود.
سرهنگ خلبان بهزاد معزی متولد 1316، فرزند سپهبد محمود معزی، فارغ التحصیل از دانشکده افسری در فرانسه، از نوادگان عباس میرزا، سردار جنگ‌های ایران و روس، در مقام ولایت عهدی فتحعلی شاه قاجار است. سرهنگ معزی به خاطر کارایی و تسلط فوق‌العاده در پرواز در نیروی هوایی به عنوان خلبان اختصاصی پروازهای شاه انتخاب شده بود و او بود که نهایتاً شاه را به مصر و سپس به مراکش برد. سرهنگ میهن پرست هواپیمای اختصاصی از اموال مردم ایران را که شاه به نام شخص خودش ثبت کرده بود به ایران برگرداند و مورد تجلیل پدر طالقانی و افکار عمومی قرار گرفت. او سپس به مجاهدین پیوست و در مرداد 1360 رهبر مقاومت مسعود رجوی را با بنی صدر اولین رئیس جمهور رژیم در یک پرواز خطیر از پایگاه یکم شکاری در فرودگاه مهرآباد در تهران به پاریس منتقل کرد. سرهنگ معزی عضو هیئت نمایندگی مجاهدین در شورای ملی مقاومت بود و در جلسات شورا و تصمیم گیری ها و با موضع گیری ها و سخنان کوتاه بر سر بزنگاه ها می درخشید. در ارتش آزادی بخش نیز هرگاه عملیاتی در جریان بود سرهنگ حضور داشت و از جمله در عملیات چلچراغ از فرماندهان جمع‌آوری سلاح‌ها و غنایم بیکران فتح مهران بود و شخصاً در انتقال غنایم و تسلیحات به پشت جبهه شرکت داشت. در اجلاس ششم شهریور 1372 که خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال قدرت به مردم ایران انتخاب شد، سرهنگ معزی حضور داشت و در مورد این انتخاب گفت: من انتخاب خواهر مریم رو به ریاست جمهوری از صمیم دل تبریک میگم و امیدوارم این تعالی و ترقی که توی سازمان مجاهدین به وجود آوردن حتی اگر یک هزارمش تو اجتماع ما به وجود بیارن، کشور ما تبدیل به یک گلستان و یک ابرقدرت خواهد شد. ولی از طرف پرسنل تیز پرواز، عقابان تیز پرواز، مطمئنم که بسیار خوشحال خواهند شد که یک سیمرغ بلند پروازی همیشه بالا سرشون به عنوان فرمانده کل قوا خواهد بود. در طول دهه های گذشته وزارت اطلاعات آخوندها، نیروی قدس، اطلاعات سپاه و وزارت خارجه رژیم از هیچ توطئه و ترفندی برای کشاندن سرهنگ معزی به ایران یا ترور او در خارج خودداری نکردند. اما کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا با تکیه به انضباط فوق‌العاده سرهنگ و زندگی ساده مجاهدی او در کنار برادران مجاهدش در اوبرسرواز، نقشه‌های دشمن ضد بشری را خونسا و توطئه‌ها را در هم کوبید. در معامله آخوند خاتمی و خرازی با دولت وقت فرانسه در کودتای نافرجام 17 ژوئن 2003 علیه مقاومت ایران، حکم اخراج سرهنگ معزی و تبعید او به مناطق دورافتاده در فرانسه صادر شد. ولی مقاومت ایران در چندین دادگاه این حکم را که خواسته آخوندها بود در هم شکست و سرهنگ معزی با استقبال شکوهمند به پاریس برگشت. دلم میخواد که امروز به مناسبت ورود سرهنگ که دوباره خاطرات منو در مورد همه حماسه های مقاومت زنده کرده یک چند خط شعر بخونم. در این شبها که گل از برگ و برگ از باد
و باد از ابر و ابر از خیش میترسد و پنهان میکند هر چشمه ای سر و سرودش را، در این آفاق ظلمانی چنین بیدار و دریاوار توی تنها که میخوانی. قهرمانی های سرهنگ معزی در کتاب پرواز بزرگ در ماجرای پرواز رهبر مقاومت در مرداد 1360 از پایگاه یکم نیروی هوایی در تهران به پاریس نوشته شده است. پرواز در خاطره ها، کتاب خاطرات سرهنگ معزی توسط مجاهد صدیق حمید اسدیان در سال 1385 تدوین و منتشر شد. سرهنگ معزی خودش پرواز از تهران به پاریس را پرواز پروازهای خود توصیف کرده است. پس از درگذشت مجاهد کبیر حمید اسدیان، سرهنگ دلیر در جمع مجاهدین و یاران شورایی در 24 آذر گذشته بر فضای غم و اندوه برشورید و خروشید که برای مجاهد غم و غصه و عزاداری و گریه نداریم. فکر خواهر مریم و برادر مسعود را بکنید که با هر موردی که شهید می شود چه باید بکنند. سلاح مجاهد بر خاک افتاده را باید برداشت و جنگید تا روزی که حتی یک نفر از ما باقی بماند و در میدان آزادی سخنان و صدای مریم رجوی و برادر را بشنود. تسلیت خانم مریم رجوی در سوگ خلبان قهرمان سرهنگ بهزاد معزی. عقاب تیز پرواز آسمان آزادی و مقاومت ایران، قهرمان پرواز پروازها خلبان مجاهد سرهنگ بهزاد معزی، به جاودان فروغ‌ها و به همه پرسنل نظامی مجاهد و مبارزی پیوست که در تاریخ معاصر فدای آزادی وطن و سعادت مردم ایران شدند. من همواره مدیون او بودم و به او بارها گفتم که تا به ابد قدردان بالاترین خدمت بزرگش هستم. روحش شاد که من، مجاهدین و مقاومت مردم ایران همیشه رهین خدمت بزرگ میهنی و انقلابی او هستیم که ودیعه مردم ایران مسعود را از پایگاه یکم شکاری تهران به سلامت به مقصد رساند. او از این نظر جایگاهی والا در کنار شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی دارد و محبوب مردم و مقاومت ایران است. او تمام زندگی و موقعیت شغلی و عمرش را نثار این مأموریت بزرگ کرد و با 42 سال مجاهدت و پایداری در برابر استبداد دینی، سمبل وفاداری به آرمان آزادی و الگوی درخشان مرزبندی و مبارزه با شاه و شیخ شد. صراحت و روراستیش، علو طبع و مناعتش که به دلبستگی های دنیا پشت پا زده بود، پرهیزکاری و قهرمانی و از خودگذشتگیش در رویارویی با رژیم حاکم، او را محبوب‌ترین پرسنل نظامی میهن پرست و مردمگرای تاریخ معاصر کرد.
بر رجوی، درود بر رجوی. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام مریم و مسیح. از طرف پرسنل مردمی ارتش ایران به خصوص عقابان تیز پرواز نیروی هوایی چهل و اندی سال در دفاع از مسعود، شیری قرنده با شمشیری آخته بود و در این زمینه با هیچ کس هیچ ملاحظه و مراعاتی نداشت. از این بابت برای همه ما سرمشقی آموزنده بود. راستی که سرهنگ معزی، وارث حقیقی کلونل پسیان و همه پرسنل قهرمان و میهن پرستی است که در برابر دیکتاتوری‌های شاه و شیخ برای آزادی قیام کردند. یاد سرهنگ اسماعیل فرخنده و 12 نفر از پرسنل غیور نیروی هوایی که پس از پرواز مسعود از تهران به پاریس توسط خمینی دژخین تیرباران شدند به خیر، که سرهنگ معزی فقید همواره از آنها تجلیل میکرد. سرهنگ معزی از سال 60 به رغم برخورداری از امکانات بسیار در دفتر شورای ملی مقاومت اقامت داشت و به یک زندگی ساده جمعی و همراهی و همنفسی روزانه با دیگر برادران مجاهدش ساخته بود. اکنون به دیار رفیق اعلا پرکشیده است. فقدان او را به خانواده و خاندان معزی و فرزندانش، به پرسنل مردمی ارتش، به اعضای شورای ملی مقاومت و یکایک مجاهدین و به خصوص به مسعود تسلیت می‌گویند. قهرمان مجاهد خلق سرهنگ خلبان بهزاد معزی که پیوسته در آرزوی پرواز آزادی به سوی تهران بود، اکنون در اعلی درجات به آسمان شهیدان و صدیقین پرکشیده است. رستگاری و جاودانگی گوارا و سزاوار او با بی تردید جوانان شورشگر و پرسنل مردمگرا و انقلابی ارتش و نیروی هوایی آرزوی او را برآورده می کنند.
الگوی درخشان مرزبندی و مبارزه با شاه و شیخ. مریم رجوی 28 دی ماه 1399. جمع شدیم برای گرامی داشت انسان والا، خلبان مجاهد خلق سرهنگ بهزاد معزی. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. این راز شکوه زندگی انسان بزرگی است که خلقی به او سربلندند. قهرمان ملی ایران، عقاب تیز پرواز بلند آسمان آزادی و مقاومت، فاتح پرواز پروازها، محبوب ترین پرسنل نظامی میهن پرست و مردمگرای تاریخ معاصر، وارث حقیقی کلونل پسیان و همه پرسنل میهن پرست به پا خواسته برای آزادی، الگوی درخشان مرزبندی و مبارزه با شاه و شیخ، کسی که در پروازهایش هر صبح در نهایت آسمان به دیدار جلوه‌های زیبای خلقت می‌رفت، از این رو به داشته‌های ناچیز زمین بی‌اعتنا بود، بدهکار مردم و فروتن و فداکار، کسی که می‌گفت آمده است برای مهمترین مأموریت و پرواز زندگیش و فقط برای همین، و تا آخرین لحظه حیات مفتخر و سربلند بود به انتخاب آرمان مسعود و وفای به عهد با خدا و خلق. درود بیکران بر سرهنگ معزی. در اینجا میخوام به همه شما یاران وفادار اون، دوستان و یاران شورایی و مجاهدش بگم که تسلی یافتن واقعی و نقطه‌ای که میتونیم از این غم سنگین عبور کنیم اینه که به این حقیقت توجه کنیم که سرهنگ معزی رستگار شد. رستگار شد هم از نظر سیاسی و اجتماعی و هم از بابت آرمانی و معنوی، یعنی همون چیزی که خودش میخواست و انتخاب کرده بود. رستگار شد چون به آرمانی که به اون معتقد بود، به تعهد انسانی و سیاسی و مبارزاتی نامی که خودش برگزیده بود، یعنی نام مجاهد خلق، و به پیمان خودش با مسعود وفادار بود. بله، رستگار شد چون بر همه فتنه ها و فریب ها و تردید ها و بقرنجی های دوران حاکمیت آخوندها غلبه کرد. شاخص مرزبندی شاه و شیخ بود و در تمام این 14 همه شما شاهدید که چگونه روسفید و سربلند بود. غم از دست دادنش البته که بسیار سنگینه، اما وقتی کمی تأمل میکنی، وقتی که به خدمت بزرگ میهنی و انقلابی سرهنگ معزی برای مردم ایران فکر میکنی، وقتی که به راهی که طی کرد نگاه میکنی، میبینیم که هر عضو این مقاومت و هر ایرانی وجودش لبریز از افتخار و شکوه میشه، اون هم به خاطر چنین انسان بزرگی در مقاومت ایران و در صحنه سیاسی ایران. برخلاف اونچه آخوندها و همدستا و مزدورانشون القا میکنند، جامعه ایران تهی شده و مسخ شده و تباه شده نیست، هرگز، چرا که
شرفای بلند مرتبی مثل سرهنگ معزی رو تقدیم تاریخ آزادی ایران کرده. پس این جامعه بیشماران خودش رو راهی مسیری میکنه که معزی فقید طی کرد و اصالت و حقانیت اون رو نشون داد. کار بزرگ سرهنگ عزیز ما پرواز حماسی هفته مرداد در سال 1360 بود، یا به گفته خودش که بارها می گفت پرواز پروازها. اون به دلایل واضحی عمیقا می دونست چی کار داره می کنه و چه مسئولیتی رو بر عهده گرفته و چه خطرات و عواقبی داره. در اون موقع که سرهنگ داوطلب این مسئولیت شد، روزهای سخت بعد از 30 خرداد بود و کار رژیم با مجاهدین به قهر و کشتار کشیده بود. هر گونه ارتباطی با مجاهدین و هر گونه کمک رسوندن به سازمان مجازات وحشیانه و حتی اعدام در پی داشت. پس قهرمان ملی ما خوب میدونست چه کاری رو پذیرفته. بنابراین وقتی که قدم در این مسیر گذاشت، اولین پرداختش این بود که جونش رو در طبق اخلاص گذاشت و در قدم‌های بعد تمام زندگی و موقعیت و تمام عمرش. شکی نیست که سرهنگ معزی در همون موقع گمشدش رو در مسعود پیدا کرده بود، گفته خودش، و این مسئولیت رو از صمیم قلب انتخاب کرده بود که هر کاری میتونه برای حفظ مسعود و برای انتقال سالم اون انجام بده. این رسالت ویژه زندگیش و هدف بزرگی بود که برای اون به پا خواسته بود. گرامی داشت خلبان قهرمان سرهنگ بهزاد معزی در سالگرد پرواز جاودانگیش 21 دی 1400.
سخنان قهرمان ملی سرهنگ بهزاد معزی در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران در آغاز 40مین سال تأسیس شورا 5 مرداد 1399. سلام خدمت رهروان راه آزادی ملت و کشور ایران که با دیرپاترین و پایدارترین مقاومت تاریخ معاصر ایران همراهند و مبارزه میکنند. در رابطه با تاریخ گذشته و گذشته مقاومت به اندازه کافی گفته شد، من واردش نمیشم. فقط آنچه که میخوام بگم اینه که قدر این مقاومت رو باید بدونن و تبلیغش رو بکنن و به مردم ایران و ملای خودشون تا اونجایی که میتونن بفهمونن که تنها راه آزادی این کشور رها شدن این مردم توسط مقاومت ایرانه و تنها قانون رهایی بخش کشور 10 ماده است. باید این راه مقاومت در داخل تبلیغ بشه. هواداران ما در داخل به خصوص کانونای شورشی و مردم بفهمونن که این دختر بیوه 10 ساله که بچه به بغل کنار خیابون داره گدایی میکنه، این محصول کیه؟ محصول کدوم حکومته؟ آیا دیدن این منظره عشق تو چشمتون جمع نمیشه؟ وجدانتون راحته؟ بیوه دختر 10 ساله با بچه به بغل، بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر، چیزهایی که در تاریخ ایران سابقه نداشته، گورخوابی، لوله‌خوابی، اخیراً پشتبان‌خوابی، بیابان‌خوابی، چند مورد چاه‌خوابی، اینا همش در تاریخ ما بی سابقه است. فقط از محصولات آخوندهای جنایتکاره. با مردم خودتون، با ملای خودتون در بیامیزین و بهشون بگین ببین آقا جان، آخر عمر در بستر مرگ زندگی تو مرور میکنی. بگن در موقعی که این رژیم دسته دسته اعدام میکرد، مردم زیر خط فقر نون نداشتن بخورن، کارگرش 7 ماه 8 ماه حقوق نمیگرفت، تو چیکار میکردی؟ اون موقع خودت از خودت خجالت میکشی که بگی من مشغول خرید و فروش بودم یا مشغول به کار دیگه بودم و به هیچ عنوان کاری با اینا نداشتم که به سرمایه های من لطمه نخوره. به این ترتیب میتونین مردم رو آگاه بکنین و اونا رو متوجه بکنید که کار این رژیم نگه داشتن اونا زیر خط فقره و هر کس کوچکترین اعتراضی بکنه دستگیر، زندان و مجازات اعدام خواهد داشت. پیشنهاد من به هواداران مقاومت در داخل و خارج روشنگری برای مردم ایرانه که بفهمونن این از کجا میاد، این بدبختی منشأ و ریشه‌اش کجاست. به مردم بفهمونن هر چی هست روی زمینه و باید با فساد این رژیم مبارزه کرد. میتونن تک تک کشته بشن، ولی بهتر اینه که جمعی آزاد بشن تا اینکه تک تک کشته بشن. در پایان آرزوی موفقیت دارم برای مردممون و هوادارانمون و اینایی که جذب خواهند شد. موفق و پیروز باشید. رابطه با قیام میخواستم بگم همون جور که به عنوان بخشی از مردم ایران شاهد این قیام بودیم، این قیام تمام شدنی نیست. من به عنوان فقط یک ایرانی پیشنهاد میکنم
با هر امکان و هر بهایی که هست این ده ماده در نسخ میلیونی بین مردم ایران پخش و تقسیم بشه در شهرهای بزرگ، کوچک و حتی روستاها، و آثارش رو در قیام‌های بعدی خواهیم دید که شعارشون به چه سمتی میچرخه. سخنان خلبان قهرمان مجاهد سرهنگ معزی در اولین همیاری با سیمای آزادی در خرداد 85. با سلام خدمت هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور، امیدوارم که کمک‌های بلند پروازانشون امشب سر به آسمان بکشه و این وسیله خونسا کردن تبلیغات سمی رژیم علیه مقاومت رو بتونه سرپا نگه داره. البته تالان با کمک مردم عزیزمون، این تشکیلات مقاومت که پایدارترین مقاومت در تاریخ معاصر ایران یعنی بعد از انقلاب مشروطه است، با کمک این مردم قهرمان چه به لحاظ نیرویی و چه به لحاظ مادی پابرجا بوده در تاریخ معاصر ایران. بعد از انقلاب مشروطه مقاومت‌های زیادی وجود داشته، منتها این مقاومت ما پایدارترینشه. پایدارترین مقاومت‌ها در تاریخ معاصر ایرانه. فکر می‌کنم علتش اول ذی‌صلاح بودن کادر رهبریشه. البته در اینجا قصد توهین به رهبری هیچ یک از گروه‌های آزادی‌خواه در گذشته ندارم و سر تعظیم به تمام آزادی در برابر تمام آزادی‌خواهان ایران که علیه ظلم و ستم جنگیدند فرود می‌آورم. ولی ذی‌صلاح بودن کادر رهبری مقاومت ما ثابت شد که پایدارترین آن در تاریخ معاصر ایران باشه. دومیش فدا در مقاومت، چون کسانی که میپیوندن به مقاومت از همه چیزشون میگذرن و فدا میکنن زندگیشونو، آیندهشونو، همه چیزشونو تا آزادی رو برای مردمشون در مقابل خونخوارترین و ظالمترین حکومت تاریخمون به دست بیاورن. بعد حمایت مردمیه، این مردم ما هستند که این مقاومت رو زنده نگه داشتن با تغذیه نیروییشون، با تغذیه مادیشون. چون مثل ماهی تو آب چجوری زنده میمونه، این مقاومت تو دریای مردم زنده مونده، نه به لحاظ نیرو کم آورده نه به لحاظ مادی. و این سیمای آزادیه که اخباری که از ایران میرسه توسط مردم ایران این پخش میکنه در سراسر جهان. به همین دلیله که نیاز به تقویت داره توسط مردم، یعنی مال خود مردمه، مردم باید مال خودشونو تقویت بکنن. Thank you.
کوهی روبروی موج رخوت سر بلند مثل صخرای صبور بیکران زیر سقف نیلی این آسمان مثل کوهی روبروی موج رخوت سر بلند مثل صخرای صبور و بیکران زیر سقف نیلی این آسمان قهرمان ملی سرهنگ خلبان بهزاد موعظی خودش همچون دکتر کاظم رجوی خواستار این بود که پس از شهادت یا فوت بر سنگ مزارش کلمه مجاهد ثبت شود. سرگرد خلبان حسین اسکندریان، یار و همکار 50 ساله اسطوره ارتش ایران بهزاد موعظی. با تسلیت به تمام ملت ایران به خاطر از دست دادن انسان با شخصیتی مثل سرهنگ، خدمت شما عرض کنم که من آشنایی من با سرهنگ از اون پرواز شروع نشد. یک سابقه 50 ساله داره. افتخار داشتم که قبل از انقلاب به مدت 10 سال تحت فرمان ایشون کار کنم. فرمانده بزرگی بود، فرمانده شایسته‌ای بود. در واقع اگر بخوام راجع به سرهنگ صحبت کنم شاید احتیاج به ساعت‌ها باشه. از تمام رفتاری که نسبت به زیر دستاش داشت، چیزی که خیلی برای من مهم بود، سرهنگ همیشه حتی قبل از انقلاب ضد سلطنتی با اونهایی که خیلی نزدیکتر بود، مثلا با من و اون واقعا مثل دو تا برادر بودیم. با اینکه ایشون فرمانده بود، استاد خیلی خوب من بود و من شانس رو اینو داشتم که همچه استادی داشته باشم. آموخته‌هاشو همه رو سعی میکرد که به شاگرداش به حساب منتقل کنه بدون هیچ نوع تکبر، بدون هیچ نوع فخرفروشی. واقعا خیلی خیلی انسان بسیار ساده، بی‌آلایش و خیلی خیلی افتاده بود. و از همون موقع، از همون دوران قبل از انقلاب، همیشه چیزی که در حساب وطنش میگذشت براش مهم بود. به انسان‌هایی رو که احتیاج داشتن خیلی خیلی کمک میکرد و هر کاری از دستش برمیومد در واقع انجام میداد. ولی درد ملت رو حس میکرد و همیشه دنبال راه حلی بود که چه میشه کرد برای اینها، چجوری میشه درد جامعه رو، درد این مردم رو آروم بکنه. و وقتی که انقلاب اتفاق افتاد، بلافاصله تو همون جستجوهاش میومد برای من تعریف میکرد، میگفتش که برای من یه جایی پیدا کردم که فکر میکنم اگر کسی بتونه به مردم کمک کنه اینها هستن. و منظورش همین سازمان مجاهدین بود. بلافاصله رفت اونجا و استرسی کرد و خیلی هم زود پذیرفته شد. ما رو همه رو تشویق میکرد که این کار رو بکنیم. البته خب اون موقع بعد از به حساب وقایع 30 خرداد یه مقدار اوضاع خطرناک شده بود. زیاد راجع به این موضوع که کی هست کی نیست صحبت نمی کردیم، ولی همدیگر رو میشناختیم. و همیشه توی جلساتی که تشکیل میشد و توی بحثایی که میشد، تمام هم مقامش این بود که بتونه برای آزادی مردم و برای مبارزه با دیکتاتوری آخوندی که حالا اومده بود و تمام امید مردم رو از بین برده بود، یه کاری انجام بده. و وقتی که پرواز پیش اومد،
یادم نمیره همین که توی کابین نشستیم و خب یه مقدار حساسیت های ایجاد شد، یه بچه ها نبودن، بعد من با تعجب وقتی پرسیدم که چی شده، سرهنگ من گفتش که پرواز مال سازمانه و من اینقدر بهش اطمینان داشتم و اینقدر ایمان داشتم در واقع بهش، هر چیزی که میگفت بدون چون چرا قبول میکردم. به همین علت گفتم که هر چی که شما صلاح میدونید من در اختیارشون. و خب اون پرواز انجام شد، افتخاری داشتم که تو شرکت داشته باشم و در واقع به اون هدفی که دوستاش احساس میکردم که رسیده، خیلی احساس راحتی میکرد، خیلی دوستاش که هرچه زودتر مثلا بتونه به عنوان عملی یه کاری انجام بده. اینه که تو تمام کارها شرکت میکرد و یه خودتون شاهدید که تو این 40 سالی که در کنار شما بود از هیچ کاری ایبا نداشت و خیلی ساده زندگی میکرد، خیلی بی‌آلایش، خیلی واقعا تکبر، و این از مشخصات خیلی بارز سرهنگی که من چرا فراموش نمی کنم. و به هر حال هر کاری که دستش برمیاد انجام میده و من همیشه بهش افتخار میکنم. امیدوارم که راهی رو که اون پیش گرفت من بتونم ادامه بدم، شایستگیشو داشته باشم و اینجوری همیشه یادش و خاطرش تو ذهن همه باشه و همه بدونن که واقعا چه انسان با شرفی بود و چه انسان دردشناسی بود، چقدر اجتماع خودشو دوست داشت، چقدر وطن خودشو دوست داشت. یکی از واقعا وطن پرست‌ترین کسایی بود که من دیدم. مسافر عزیزم تو هم به یاد من باش، جدایی و فراموشی نبینم از ای کاش، برو خدا به همراهت تو عیز جان گرامی تر، برو خدا به همراهت تو عیز جان گرامی تر.